سلام فرقا هالتنچ داره به کانال انیمیشن وی خوش میده هفته پیش ما ویدیو ساخته بودیم و اطلاع رسانی کردیم که تو قسمت جدید سیمسونها بیل سایفر حضور افتخار داره. الان قسمت پخش شده و میخوام همین حضور رو بررسی کنیم. بعدش سری میزنیم به فصل سوم آنفبیا که قسمت اولش پخش شده. پس امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و کامنت و سابسکرایب کانال فراموش نشه. بدون معطلی بزن بریم. بیل سایفر ابرشرور آبشار جاذبه 5 سالونی که هیچ خبری ازش نیست و از همون موقعی که تو قسمت آخر مثلا نابود شد دیگه ما اونو تو هیچ انیمیشن ندیدیم اما الان برگشته تو قسمت دوم فصل سی و سوم سی سیمسون ها قبل از اینکه قسمت پخش بشه طرفداران خیلی هیجان زده بودن و میگفتن آقا بعد از این همه سال میخوایم دوباره بیل سایفه رو ببینیم اما تردید داشتن و میدونستن که این حضور میتونه خیلی کوتاه باشه که دوم فصل 33 سی سیمسونا پخش شد و تا اواخرش هیچ خبر از بیل سافر نبود تو دقیقه 17 اینم منو توی رستورانی و غذا میخورن یهو پیشخدمت شکلش عوض میشه و خودشو معرفی میکنه و میگه من لوکی خدا خدای شرارت و در ادامه هم میگه که من اسمای خیلی زیاد و شکلای خیلی مختلفی دارم و به یه سمت اشاره میکنه و اونجاست که ما میتونیم بیل رو در کنار چند نفر دیگه ببینیم این حضور خیلی کوتاه به شدت کوتاه فکر میکردیم بلندتر باشه و اینطور نشد و فقط 5 ثانیه است. از اونجا که بلستافر نشون میدن تا میگه که کریپتو بخرید احمقا ولی بازم یه دست میزن برای الکسیش که اینقدر خوشحال در مورد همین پنج سانه و تو توییتر کلی توییت زد خیلی پرسن که کریپتو چیه بلستافر میگه برید کریپتو بخرید کریپتو چی هست اصلا ببینید کریپتو ارز دیجیتال مثل بیت کوین دوج و اینا که قبلا هیچ ارزشی نداشتن اما الان خیلی ارزش دارن این اولین بار نیست که بیل سافر یک رو تشویق میکنه تا یه چیزی رو بخره چیزی که قرار در آینده ارزشش چند برابر بشه تو فصل اول آبشا جاذبه قسمت 19 گفته بود طلا بخرید الان تو سال 2021 میگه که برید کریپتو بخرید حالا سال پیش میاد اون افراد که کنار بیل هستند هستن کیا هستن کلا چیکارن و اینکه چرا لوکی میگه اونا منم لوکی میگه که منو با اسم خیلی زیاد میشناسن و شکلا مختلفی دارم بعد اون موقع به سمت این افراد اشاره میکنه اینطور نیست که اونا لوکین لوکی 5 لوکی نفر 6 نفر باشه اینطور نیست اونا از نظر ماهیت و کاری که انجام میدن شبیه همن و کلا هر کدومشون توی دنیای مختلفن حالا اینا کیا هستن ببینید هر کدوم از این شخصت ها تو دنیا خودش یه جوری خدای و حقوق بازی مثل لوکی البته به جز ایسای مسیح همینطور گذاشتن فقط به خاطر تنز اما بقیه هستن مثل بیل سایفر بیل سایفر تو دنیا آبشار جاذبه ابر شرور بود و حقوق هم بود اما کی هستن ببینید اسم شخصیت سان وو و به مانکیکینگ مشهوره یعنی میمون شاه و تو چین ازش به عنوان خدای هیلگر یاد میشه پس مانکی هم مثل لوکی هیلگر و شرور اما مانکی کینگ تو چینه این طرف لوکی تو آمریکا است تو اساتید نورس حالا این انکبوت بزرگ که این انکبوت بزرگم یه خدای شرارت و هیلگریه اما تو آفریقا اسم خدا شرارت انانسیه و بیشتر شکل انکبوت به خودش میگیره و در موردش گفتن که خیلی حقه بازه همینطور انانسی مهمترین شخصت بومی و افسانه ای آفریقای غربی و همینطور آمریکایی های آفریقای تبار و کارائیب پس اینا همشون خدا شرارتن که بیل سافر از دنیا آبشار جاذبه است اما بقیه ایسای مسیح هم حساب کنیم همشون از یک قاره هستن ایسای مسیح از اروپا مانگیکینگ از آسیا انانسی از آفریقا و لوکی از آمریکا. این نکته خیلی جالب بود اما حرف لوکه خیلی رو گیج کرد اینکه گفت من اسمای خیلی زیادی دارم و شکلام خیلی زیاده و بعد اشاره کرد به سمت اونا اینطور نیست که بیل سافر لوکی باشه و لوکی هم در این حال بیل سافر باشه اینطوری نیست و در واقع همه اینا ماهیتشون یه چیزه تو ماهیت یک چیزن هیلیگرن و شرورن اما در واقع هر کدومشون یک آدم جدان حالا مثال بروز و گیمی براتون میزنم که کامل متوجه بشید ببینید تو خدای جنگ 2018 ما کرتوس رو میبینیم که اون خدای جنگه و تو اساتید نورس رفته تو دنیای نورس که اونجا یه خدای جنگ دیگه هم وجود داره که اسمش تیره این دوتا ماهیتشون یه چیزه در واقع خدای جنگن اما هر کدومشون یک فرد جدا و اسمشون هم فرق میکنه اسمشون فرق میکنه و یه جورای قیافشون هم با هم دیگه فرق میکنه اما ماهیتشون یه چیزه اینم از صحبت های لوکی که بعد حرف بیل سایفر میگه بر کریپتو بخرید احمقا چند ساله هست حرف میزنه در مورد دیزنلند میگه و بعدش تبدیل میشه به میکی موس و میره این کراسور خیلی هیجان انگیز و باحال بود اما خیلی کوتاه بود حضور افتخاری بود که فقط 5 ثانیه بیل سافر دیدیم 5 ثانیه ما حداقل میگفتیم یه 10 دقیقه باشه اما فقط 5 ثانیه بود کلا ظلم شد به ما به هر حال خیلی خفن بود بیلسافر برای پنج ساله اومد و خودش رو نشون داد اما چیزی در مورد تیورا نگفت اینکه چجور زنده است کجاست چیکار میکنه هیچی نگفت جمله رو گفت و بعدش گم و گور شد اینو هم بگیم که امیدوار بودیم همین بیل سافر تو این حضور افتخاری مثل نسخه آبشار جاذبه باشه اونطوری باشه اما اینجا اونطوری نبود کلا تراش عوض شده بود این بود از حضور افتخار بیلسافر تو قسمت جد سیمسونا که خیلی هیجان زده بودن فقط 5 سانه بود اما چی بهتره الان همه شخصت های آبشار جاذبه یادآوری شدن فقط بحث زمان میمونه که اینا کی میخوان تصمیم گیری کنن که آبشار جاذبه چجوری ادامه پیدا کنه اسپیناف ادامه همون سری فیلانیمیشن کراسور فقط بحث زمان میمونه و از دیزنی هیچی بعید نیست الان بریم سراغ انیمیشن خاص و باحال حال آنفیبیا که فصل سومش در حال پخش و قسمت اولش پخش شده توی انیمیشن هم ما میتونیم یک خیلی واضح از بیل رو ببینیم فصل سوم در حال پخش قسمت اول پخش شده اما تو سایت داخلی نیست هیچی تو سایت داخلی نیست و انگار خیلی پیگیر نیستن که سری قسمت جدید بذارن و یه تنبلن تو کانال تلگرام ما در مورد قسمت جدید اطلاع رسانی میکنیم و اگه بتونه خودمون قسمت جدید خیلی سری براتون زیرنویس میکنیم پس حتما بیا تو کانال تلگرام و عضو بشی لینک کانال تلگرام تو توضیحات هست بنو سراغ قسمت اول فصل سوم آمفیبیا که بالاخره پخش شد باز اون پایان شوکه کننده فصل دوم اون پایان خیلی شوکه کننده بود و طرفداران به شدت منتظر فصل سوم بودن قسمت اول درست از همون جای شروع میشه که قسمت آخر فصل دوم تموم شده. آن خانواده پلنترز تو بزرگ را هستن یکم جیجن اما به خودشون میان و از بزرگ را میزنن بیرون ساختمونار رو نگاه میکنن کلا صحنه خیلی باحالی بود اما هیچ صحنه باحال تر از اون نمیشه که آن اینترنت 5G رو دید آن خانواده پلنترز وارد زمین شدن اما جبی موسیقی دست پادشاه اندریاسه و با این اوصاف خانه پلنترز تو زمین گیر افتادن همونطور که آن تو آنفیبیا گیر افتاده بود آن برمیگرده خونه اما نقشه اصلش اینه که دوباره برگرده آنفیبیا تا بتونه پادشاه اندریاس شکست بده اما فعلا با بره خونه و مادرشون رو میبینه پدرشون رو میبینه خیلی خوشحال میشن خانه پلنترز هم خب شدن خودشون نشون میدن و اینا خیلی تعجب میکنن باید تعجب کنن در حالت عادی نمیذاشتن که خانواده پلنترس تو خونه باشن و زندگی کنن اما آن خیلی خواهش کرد و اونا بالاخره قبول کردن اما تو آنفیبیا پادشاندریاس نقشه کشیده که اول کلک آنو بکنه تا بتونه راحت زمین تصاحب کنه فعلا مشکل اصل پادشاندریاس آنه یه رو میفرسته زمین رباتی که با بقیه رباتا فرق داره خیلی یه جور باحاله میتونه نامری بشه افراد دیگه نمیتونن اونو ببینن و فقط دنبال آن میره تو این صحنه ما مارسل رو میبینیم که در حال درمان پادشان راست از همون اول نمیخواست که مارسل رو بکشه مجبور شده بود خودش هم گفت تو منو مجبور کردی که همچین کاری انجام بدم اما الان داره مارسل رو زنده میکنه و میخواد ازش استفاده کنه فصل سوم قرار خیلی خفن و بترکون باشه اما خفنترین چیزش قدرت آنه خیلی خفن قدرتش اما یه جوره انگار بهش صدمه میزنه آن نمیدونه که چجوری رو فعال کنه و چجوری بتونه کنترل کنه فعلا تازه کاره تو قسمت بعدی این اوکی میشه اما این قدرت انگار بهش صدمه میزنه تو اواخر همین قسمت که اون ربات میفته به جونشون و میخواد به خانواده پلنترز آسیب برسونه آن عصبانی میشه و همون لحظه قدرتش فعال میشه با ضربه اون ربات دور میکنه ربات صدمه میبینه و فرار میکنه بعد این اتفاق آن خیلی ضعیف و خسته میشه و در نهایت بیهوش میشه اما به لطف اسپری خیلی زود به هوش میاد وقتی هم که به هوش میاد خیلی خسته خیلی ضعیفه و حتی میگه که اصلا تو اون حالت من احساس خوبی ندارم اولین بار که از این قدرت استفاده کرد بیهوش شد دومین بارم بیهوش شد چرا این طوریه چرا اون قدرت انقدر بده براش زیاده براش مضر اوضا طور شده که آن میگه حتی نمیخوام برای کمک کردنم از اون قدرت استفاده کنم اون قدرت یه جوره انگار داره به آن صدمه میزنه حالا چرا قدرت آن از اون سنگ یا الماس آبی میاد که روی جوی موسیقیه و اون شارژش خوب خالی شده بود بردن شارژش کردن اما شارژش پر نشد احتمال میرفت که اون سنگ آنه ای که کامل شارژ نشده باعث بشه که جبی موسیقی یه جوری اختلال پیدا کنه و دیگه نتونه پورتال باز کنه اما نه اون داره خیلی راحت پورتال باز میکنه و مشکل اصلی خود آن داره فصل سوم خیلی خفن شروع شد و قرار که هر قسمتش خفن تر از قسمت قبلی باشه به شدت منتظر قسمت دومم خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید امیدوارم از این ویدیو خوش اومده باشه لایک و کامنت و سابسکرایب کانال فراموش نشه تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار